کلام خداوند به ما هشیاری میدهد که مبادا پول ارباب ما و یا خدای ما باشد. امثال نویسنده امثال 18:10-11 اعلام میکنه نام خداوند قلعه ایست مستحکم که شخص درستکار به آن پناه میبرد و در امان میماند، اما پناهگاه ثروتمندان ثروتشان هست که گمان میکنند آنها را حفظ میکنه و نمیتونه همه جا جواب باشه. نمیدونم، این احتمال میدم این مطلب رو چارلی چاپلین گفته که اعلام میکنه با پول میتوان خانه خرید ولی آشیانه نه، رخت خواب خرید ولی خواب نه، ساعت خرید ولی زمان نه، مقام خرید ولی احترام نه، چیزایی که نیاز ما هستش، کتاب خرید ولی دانش نه، دارو خرید ولی درمان نه، قلب خرید ولی عشق خیر. به کلام خداوند ما رو نسبت به درآمد و کاری که بیش از اندازه خسته میکنه و مریضمون میکنه ما نمیشه. میدونم اومدیم اینجا نیازهایی داریم. خدا رو شکر برای غیرت شما عزیزان. خیلی از شما عزیزان هستید که اگر یک شنبه کار کنید شاید درآمد بیشتر از وسط هفته رو داشته باشید. پس یه دست برای خودتون و برای کنار دستتون بزنید که اجازه دادید در حضور خدا استراحت کنید. کلام خداوند نمیخواد ما فکرمون خسته بشه. جسم همیشه خسته میشه. حتی این صحبت کردن من کمک میکنه که به من جسم هم خسته بشه. ولی اگر باعث بشه روح هم خسته بشه، این کار من هم کار خوبی نیست. و خدا نمیخواد که ما احساسات و فکرمون تحت فشار قرار بگیره. از این رو هستش که این گونه ما رو تعلیم میده. در امثال 23:4-5 نیز اعلام میکنه عاقل باش و برای کسب ثروت خود را خسته نکن. باز فکرتو خسته نکن، زیرا ثروت پایدار نیست و مانند عقاب میپرد و ناپدید خواهد شد و نمیتونه اون موقعیت خوب رو به ما بده. باز اندیشمندی اعلام میکنه جرم این است که ندانیم زندگی خیلی ساده تر از این هاست که ما فکر میکنیم. سهم خودمون رو انجام بدیم برای کار زندگی، ولی اجازه بده خدا هم سهمش رو انجام بده، چون خدا به من و تو وعده داده که ما رو برکت خواهد داد. درسته که برکت معنیش همون نجاته که من و شما دریافت کردیم، ولی کلام خدا ما این وعده رو داده که نیاز ما رو میدونه، ما چه نیازی داریم. همون گونه که عیسی مسیح اعلام میکنه که اگر گلهای سوسن، که اگر پرندگان به لطف خدا زیبا هستن و خوراکی رو میخورن، چقدر ما بیشتر که فرزندان خدا هستیم. پس نباید سخت بگیریم، میباید نسبت به درآمدمون حتی اجازه بدیم که اراده خدا بر اون حاکم بشه، بر حسب اراده خدا عمل کنیم تا مبادا خسته خاطر بشیم. شخصی همین که وارد یه بیلدینگ ساختمونی میشه، میره به سمت آسانسور، میره بالاش نوشته ظرفیت 12 نفر، بعد نگاه میکنه میگه حالا من چجوری برم اون 11 نفر بقیه رو پیدا کنم؟ ارو پله میره بالاخره بگذاریم بهش. ما خیلی موقع هستش که این گونه عمل میکنیم نسبت به درآمدمون و فکرهایی که باعث خستگی روح ما خواهد شد.